خب معلم عزیز، با عرض سلام و امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. به ادامه درس روز قبلی خود، دومین ریکارد انشاءالله میخوانیم. ماشین دوم است یا سوم است؟ ببینین، ریکارد امروز یا درس امروز ما کسور و تداوی دندان و الویول است. دندان چی است و الویول چی است؟ دندان عبارت از یک نسج استخوانی است، یک نسج سخت است که سبب جویدن و تک تک و پاره پاره شدن غذا میگرده، و الویول عبارت از یک نسج سخت است که دندان در خود نگهداری میکنه و نمیگذاره که دندان بیرون شوه و یا لق شوه. خوب دقت بکنید، فعلا تعریف شد. وقتی که یک دندان با کسر مواجه میشه به این شکل و یا به این شکل، ببینید به این شکل وقتی که مینا با کسر مواجه شده چی دلایل داره. در اطفال افتیدن که بیشتر دندان شیری و 20 دندان مختلط در بر میگیره سبب کسر میشه، حادثات سپورتی، صدمه جو فهم، ارتباط با مواد مخدر، مثلا حادثات سپورتی، مثلا یک شخص یکی رو بوکس میزنه، صدمه جو فهم با بسیار محکم از یک ارتفاع به زمین میفته، این تمامش میشه که سبب چی شوه؟ سبب کسر دندان ها شوه. معمولا اگر از لحاظ جنس صحبت بکنیم، در مردان نسبت به زنها بیشتر است، یعنی ترزیات دندانی در مردا دوچند زن ها است. از لحاظ فک، در فک بالا یا در فک علوی بیشتر است نظر به فک سفلی، و خصوصا اگر کسر اگر کلاس دوم باشه بیشتر است. و کدام رادیوگرافی ها رو ما مد نظر میگیریم مصرین عزیز؟ به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص امی کسر مهمترین و یا بارسترین رادیوگرافیا پریاپیکال است، اوکلوزال است، پانوروماس و رادیوگرافی صدری و بطنی است. به خاطر از اینکه وقتی که دندان اگر خلع شده باشه داخل صدر و یا بطن شده باشه و ما در داخل صدر و یا بطن اگر دندان میبینیم، این رادیوگرافی صدری بطنی استفاده میکنیم. رادیوگرافیش خیلی مهم است، پریاپیکال، اوکلوزال، پانوراما و رادیوگرافی صدر بطن، هر کدامش به خاطر یک دلیل تجویز میشه توسط دکتر. ببینین در این تصویر شما میبینین یک کسر یک ورسه سریشه است، از این ناحیه تا این ناحیه ریشه است و این کسر یک ورسه سریشه است. این بعدا میخوانیم که تکمام کتگوری میه و چگونه تداوی میشه. این کسر انامل است که دنتین هم در بر گرفته که هر کدام یک تقسیم بندی خاص خود را داره. فعلا شما با هم تصویر اتفاق بکنین و یا یک داخل رفتگی یا فر رفتگی دندان داخل آزم سنقش است یا در داخل آشیانه خود است از سبب یک ضربه. بعدا در موازی مفصل گپ میزنیم. و یا یک لرزی بسیار جزئی است، یک مثلا کانکشن است، یک ضربه خورده کدوم اعراض علائم خاص نداره. بعدا میخوانیم میرم. خب تصنیف دو نفر توسط اندروسون، ایلس و دیوی یک تصنیف بسیار استاندارد را به خاطر دندان ها، به خاطر کسور دندان به میان آورد، وقت تقسیم بندی کرد و به جان پیشنهاد کرد. چند نوع است؟ خوب ببینین، ترزیات انساج دندانی و پلپ. ترزیات انساج دندانی و پلپ تقسیم میشه، صدمات به انساج پردنسوم تقسیم بندی شده و صدمات به عظم حمایت کننده که طبعا عضو حمایت کننده و الویول است و صدمات به بیره. پس این نفرا چهار نوع تقسیم بندی چی کرد؟ پیشنهاد کرد. صدمات به انساج دندانی و پلپ، صدمات به انساج پردنتوم، صدمات به نسج حمایت کننده و صدمات به بیره. هر کدام از ما مفصل میخونیم. در ترزیزات دندان و پلپ کسر انامل است، کسر دنتین و انامل است، معافیت پلپ است، اختلاطی است، کسر سمنت است و کسر سمنت انامل است، صدمه به انساج پردنسوم، لکسیشن، سب لکسیشن و کانکشن است، صدمه به عظم و عظم حمایت کننده، لکسیشن است، انتروشن است، اکستروشن لکسیشن است و همچنان صدمه به بیره، لسیریشن است، کنتوشن است و ابریشن است که شما ابریشن و کنتوشن لسریشن است در درس قبلیتون خواندین مفصل. خب اول کسر انامل است. ببینین اینی انامل است،
معامله طبقه بسیار محکم است که در بالای دنتین قرار داره. وظیفه‌اش چیست؟ جلایش دندان است و نگهداری دندان در مجموع است. وقتی که یک ضربه تقریبا آهسته به دندان مواجه میشه، این ناحیه چی میشه؟ با ترزیز مواجه میشه. این چیست؟ کسر انامل است. شما خوب دقت بکنید، در این ناحیه یک قسمت از انامل از بین رفته ولی داخل پلپ نشده، پلپ دربر نگرفته، دنتین دربر نگرفته. سه است. پس این ما در کتگوری کسر تنهایی انامل قرار میتیم. خب چگونه تشخیص میکنیم؟ مسئله نزید در کسر بفهمین، خصوصا در کسر انامل و دنتین، سه گه پا نظر بگیرین: تشخیصش، تداویش و یکان بعض مسائل خاص که داره. تعریفش و یا تشخیصش، تداویش و یکان گپای بسیار خوب منحصر به فرده که در تمام کسرا موجود است که بعدا ما میخوانیم. تشخیص، تداوی و تعقیب. خب کسر انامل چگونه تشخیص میشه؟ توسط روشنی غیر مستقیم یا ترانسول میشن. وقتی که از طرف مقابل دندان ما روشنی را قرار بتیم بندازیم، یک درز بسیار فرفتگی در روشنی دیده میشه که کسر انامل است، برام ترانسول میشن یاد میشه. تداوی چیز هموار ساختن کناره های درشت و ترمیم توسط کامپوزیت رزین. ما ببینید، ما اینمی ناحیه رو چی میکنیم؟ اینمی ناحیه رو بویل میکنیم یا گول میکنیم. وقتی گول کردیم این ناحیه، کامپوزیت رزین استفاده میکنیم، تداویش هست. و بعد از 6 الی 8 هفته مریض میخواهیم و ببینیم که آیا به پلپ رسیده و یا نرسیده. خب کسر تاچ بدون موافقت پلپ تداویش میتونه که سیل نمودن تیوبلای دنتین باشه. ما همی تیولای دنتین سیل میکنیم، محکم میکنیم که دنتین با تحرکات با اساسات مواجه نشه و پلپ در نهایت درگیر نکنه. توسط چی؟ توسط زنک اکساید اوژینول و یا کلسیم هایدروکساید که در داخل کلن ایره میخانه. خب کسر تاج اما را با موافقت پلپ. ببینید تصویره، ای کسر تاج است، پلپ دندان چی شده؟ درگیر شده، involvement گرفته. یعنی تنها تاج مروض نشده، وقتی یک ضربه خورده تاج هم از بین رفته، با کسر مروض شده، دنتین هم و داخل پلپ هم شده. فهمیدین؟ چطور فهمیدین که داخل پلپ شده؟ خونریزی دیده میشه، یک سرخ رنگ، یک خون دیده میشه. تداویش چیست؟ پلپ کپ میکنیم. پلپ کپ در داخل میخونیم که چی است؟ فقط شما بفهمید که تداویش است پلپ کپ است. توسط کلسیم هایدروکساید و اگر ضرورت شد از MTA استفاده میکنیم. خب گپ خوبش یا هم گپ برخواستش انذارش. پلپ کپ وقتی که صورت میگیره نتیجه خوبتر است. اگر 24 ساعت کمتر از مواجه شدن با کسر مریض اتفاق بیفته. ولی در غیر زو RCT یا رود کنوتراپی تداوی اصلی عزیز. و دیگر مسئله از کسر تاج و ریشه بدون معافیت پالپ. ببینین از اینجا تا اینجا تاج است و از اینجا تا اینجا ریشه است. ببینین تاج با کسر مواجه شده، با کسر مروض شده، مثلا دنتین، مثلا انامل با کسر مواجه شده، یه خط کسری است. این سرخ حرکت خط کسری است و می خط کسری میشه که از انامل از دنتین تیر شوه، درگیر شوه و تا سمنتوم برسه بدون از اینکه خط داخل کانال شود، داخل پلپ میشه. مثلا به این شکل نیست، خط داخل کانال نشده، خط داخل پلپ نشده، یعنی پلپ هم در بر نگرفت، درگیر نکرده، خط از پهلوی چی؟ پهلوی پلپ تیر شده. می خط کسری که انامل دنتین و سمنتوم در بر درگیر گرفته، در بر گرفته. کسر عمودی است با محور طولانی دندان. ببینید کسر عمودی است، همین خط که با محور طولانی دندان ارتباط داره و بیشتر یک بر سی ریشی دندان است، یعنی بیشتر در این ناحیه اتفاق میفته. و تداومیش هم چی است؟ طولانی ساختن کراون. کراونی هم پشت ما طولانی میسازیم. خب کسر ریشه، ببینید یک کسر ریشه است، کسر است که در یک بر سی ریشه اتفاق افتاده.
کسر ریشه بیشتر در ناحیه اپیکل کویک ورسه سی چی میشه؟ اتفاق میفته و زیادتر به شکل اوریب است. ببینین اوریب، اوریب به این شکل است، نه پرده، قسمت بالای پرده، اینی اوریب است. در رادیوگرافی یک الی دو هفته بعد از صدمه خوبتر نمایش داده میشه، خوبتر خیال میته و تداویش هم اسپلنت برای 12 هفته است و در صورت که اسپلنت تطبیق نشد، اسپلنت استفاده نشد و نتیجه نداد، دندان ما چی میکنه؟ اکسترکشن میکنه، دندان کلان بیرو میکنه. پس کسر ریشه یک ذره خواهیم از چین عزیز روت کانال رزولوشن است یا تحلیل داخلی و خارجی. تصویر شما تاوری که میبینین یک تحلیل خارجی است، یک تحلیل ریشه است. وقتی که ریشه دندان از طرف بیرون خرد شد، از بین رفت، تحلیل شد، از بین رفت یا لایز شد، به نام تحلیل یاد میشه، تحلیل خارجی. و به شکل در رادیوگرافی به شکل چی؟ به شکل سیارنگ دیده میشه. همین خود تحلیل دیدین به شکل سیارنگ دیده میشه. یعنی هر قدر که ناحیه تحلیل بیشتر شوه، همین سیارنگ یا کتله سیایی بیشتر گیند میشه. شما تصویر رو ببینید. تصنیف صدمات پردنتال سه نوع است: کانکشن، دیسپلیسمنت، سپلکسیشن. این یک کانکشن است مصری نزیز، در تصویر پیشترم شانتوم، این یک کانکشن است. ببینید یک کانکشن است، یک تحریک شده دندان، یک تحریک شده، کدام اساسیت خاص وجود ندارد، دندان کلان لق نیست، دندان بیجا نیست، ولی دندان یک ذره محسوس میشن، مثلا درد دندان کمک زیادتر است. خوب دقت بکنین تعریف کانکشن چی است. در مقابل قره عمودی و افقی حساسیت داره، وقتی که شما بالای دندان وارد میکنین قسمت دسته آینه را یا دسته میرو را، درد داره، حساسیت داره، مریض احساس میکنه که دردش فوق العاده در حال زیاد شدن است. تداویش هم کدام گپ خاص نیست، فقط از جویدن بالای دندان بالای امناحه جلوگیری شه. وقتی که ما با یک کنکشن مواجه میشیم، تا یک چند مدت، تا 24 ساعت یا 48 ساعت ما توسط امو دندان نمیجاییم، فشار وارد نمیکنیم. و در رادیوگرافی کدام گپ خاص نیست، در رادیوگرافی تمام ناحیه، تمام اطراف دندان کلا نرمال است و خوب دیده میشه، کدام مشکل تشوش وظیفه می نیست. دیسپلیسمنت، دیسپلیسمنت دندان بیجا میشه که معمولا دندان های سنترال شیری و دائمی فکولوی بیشتر دیسپلیسمنت میشه. وقتی که ترزیز میبینه دندان کلان دیسپلیسمنت میشه، پیجا میشه، از بین میره، از سن خود یا از لانه خود یا از آشانه خود بیرون میشه، کلان به پایین مفته. یه بنام دیسپلیسمنت یاد میگه. دیسپلیسمنت معمولا مسئول نزیز خیلی خطرناک است و عوارض خطرناک داره. سپلکسیشن یا لق شدن، وقتی که دندان بعد از ترزیز لق میشه، یا مثلا شور میخوره، حالت شور خوردگی پیدا میکنه، بنام لسپلکسیشن یاد میشه. یکی چند نوع سپلکسیشن هست، یکی کلان ما میخوانه. و سپلکسیشن در قره اساس هست و تست ایوتت پلپم باید 6 و 8 هفته بعد صورت بگیره. خب صدمات پردنتال تصنیف بندی داره: انتروسیف، اکستروسیف، لاترال و اولژن. یعنی وقتی که پی دی ال مروز به از بین رفتگی میشه، مروز به یک تشوش پاتولوژیک میشه، 4 نوع عرض رو به میان میاره: انتروسیف، اکستروسیف، سبلکسیشن، لاترال لکسیشن و اولژن. انتروسیف لکسیشن، ده انتروسیف لکسیشن مصری نزیز، انترو داخل، لکسیشن لقشدگی. ببینین از سبب ضربه این دندان به طرف داخل سن خود رفته، به طرف داخل از ملویل رفته، به طرف داخل خانه خود رفته، وقتی که ضربه خورده به طرف داخل رفته، این به نام انتروسیف لکسیشنات میشه. تحریکات کمتر داره، در قره صدای فلزی یا صدای دل شنیده میشه، بیشتر در فکلوی بوده، چون که بیشتر فکلوی مرض مروز به این تریز می باشه. تداوی شورسیتی است، درست تداوی شورسیتی است، کلسیم هیدروکساید و همچنان اگر آرسیتی جواب نداد، طریق خوبش کشتن دندان است. بعدا مفصل می خونیم. دیدین؟
اینتروسیو ای اکستروسیو لکسشن است. ببینید اکسترو یعنی اکسید خارج شدن، اکستروسیو لکسشن عبارت از خارج شدن دندان از کجا است؟ از آشانه است. این دندان وقتی که ضربه دیده کلان پایین آمده میشه که ریشی از هم شکسته باشه، وقتی که بیرون شد به نام اکستروسیو لکسشن یاد میشه. تحرکت زیاد از خونریزی بیر زیاد داره، پیدیلش وسیع شده، البته در رادیوگرافی در قرب دال است و تداویش هم دوباره قرار دادن دندان و اسپلند نمودن و در صورت موجودیت علائم نکروتیک دندان و یا در صورت که پلپ نکروز کرده باشه تداوی آسیتی یا دونتی. لاترال لکسیشن هم وقتی که دندان به طرف لاترال یا به طرف بوکال یا به طرف لنگوال یا پلاتال تغییر موقعیت میتر نام لاترال وقت میشه. خب خطرناکترین و مغلقترین صدمات پرودنتال، تصنیف صدمات پرودنتال اولشان است یا اکسترا تیکولیشن. خب دقت بکنین، اولشان یا اکسترا تیکولیشن وخیمترین صدمه است که کلن در دندان در عین ترزیز یا در عین واقع، ببینید دندان در عین واقع چی شده؟ از سن خود، از آشانه خود بیرون شده. یعنی وقتی که یک ضربه مستقیم میخوره به دندان، این دندان دیگه اکستروسیف و انتروسیف لاترالاکسیشن نمیکنه، مستقیم بیرون میشه، مستقیم مفته که هم خونریزی داره و مریض میشه که بیوش شوه. و با می خاطر میگم که اکستراتیکولیشن خطرناک است و دندان معمولا در این حالت حیاتیت خود را دوباره به دست نمیاره و دندان ما مجبور چی کنیم؟ کراون یا ایمپلنت و دندان ساختگی به اون ناحیه تطبیق بکنه. خب این چگونه تداوی است؟ وقتی که دندان بیرون نشه، وقتی که دندان به پایین مفته یا ولجن میته یا از سن خود بیرون میشه، اینی موارد ما مد نظر می. اول خود متوجه باشین که بیشتر دندان سنترال فکولوی در سنین بین 7 الی 9 سالگی به این حالت یا به ولجن مواجه میشه. گفتیم دندان فکولوی در سن چند؟ در سن 7 الی 9 سالگی به این حالت سرچار میشه. خب طفل ها سن معمولا شوخی میکنن محکم با زمین میخره. وقتی که ما وقتی که طفل دیدیم یا یک مریض دیدیم که دندانش از آزمون خوش بیرون شد، ما اولین کاری که میکنیم چی میکنیم؟ دندان مریض در لعاب دهنش یا آب مقطر، شیر و یا مایع نمکی یا هانکس قرار میدیم. خب لعاب دهن خب مریض دیگه نداره، خب در بیوش است، یا در آب مقطر خب معمولا در خانه ما آب مقطر نیست، شاید دادم در ماین خانه باشه بازم، ولی چیزی خیلی مهم است در دست همگی است شیر یا مایع نمکی. در بین شیر قرار میدیم همین دندانه که بیرون شده، همین دندانه که پایین افتاده، وقتی که ما دوباره دوست دست خود میگیریم در بین مایع شیر قرار میدیم و همین مایع شیر که در بینش دندانه است و نزد دکتر دندان میبریم و دکتر دندان کدام کارا را که میکنه در سلاید بعدی میخونه. امی دندان را که ما به نزد دکتر دندان بردیم در کدام موارد ای اسپلند یا سیم ضرورت داره، یا سیم توی ضرورت داره که بازمون ساده بگیم، یا ویرینگ ضرورت داره؟ ببینین به خاطر غیر متحرک سازی نسبی، به خاطر عدم آسیب به دندان به بیره و حفظ صحیح مریض و همچنان عدم خراب شدن به اکلوژن نرمال و ارتیکولیشن یا جویدن و همچنان عدم تداخل به تداوی دونتونتیک از لحاظ وجاهت، ما چی میکنیم؟ اسپلنت تطبیق میکنیم. این درس های کارهای عملی تا نست انشاءالله اگر وقت بود، اگر دوباره حضوری شدیم بازیر کلن در درس در کار عملی در ماینه خانه در کلینیک براتون یاد میتونم. در ایجا اگر براتون بگویم من پدر بگویم شما نمیفهمین، بیشتر کارهای عملی تا نستی. و دندان اول شده یا دندان که اکستراتیکولیشن میته یک تداوی داره. هرچی آجل زود تداوی صورت بگیره. در ماهی در دندان ما باید در ماهی هانکس یا شیر قرار بدیم و نزدیکترین مرکز مجهز صحی یا کلینیک دندان ببره میشه. ای بی سی اگر مریض در شاک بود، ای بی سی یا ایر بریتینگ سرکولیشن شما مد نظر میگیریم، میخوانیم که چی هست. و همی دندان بعد از اینکه
سی دقیقه در مایع هانکس قرار دادین و 5 دقیقه در داکسی سایکلین 1 میلی گرام فی 20 میلی گرام سلین قرار میدین. بخاطر از اینکه دندانتون که در زمین ثابت کرده، زمین افتاده و معمولا ملوث شده، کنتمینیت شده، بخاطر از اینکه انتی بیوتیک های سطحی پاک شود، در محل دوکسی سایکلین قرار میدیم و به مریض رادیوگرافی تجویز میکنیم، انستزی موضعی میدیم، پاکوری ساکت دندان توسط سلین نرم یا سلین گرم و بخاطر وقایع از تیتانوس انتی بیوتیک میدیم، غرس دوباره دندان توسط دست خود اگر امکان داشت و اسپلنت میکنیم و اگر امکان نداشت تداوی پیشرفته مراجعه میکنیم. خلاصه تداوی چی است؟ خلاصه تداوی یک دندانی که کلا از ساکت خود بیرون شده. تکرار میکنم، هرچی عاجل تو تداوی شوه، بخاطر کسی که نصیبی دیر از بین نره، در مایع شیر قرار میته میشه، ای بی سی مد نظر میگیریم، یعنی مریض در شاک نباشه. اگر در شاک بود ای بی سی مد نظر میگیریم، کارهایی در ای بی سی ان شاء الله میخونین و 3 دقیقه در مایع هانکس و 5 دقیقه در مایع چی؟ دوکسی سایکلین، بخاطر از اینکه دندان زدفونی شوه و با مریض رادیوگرافی تجویز میکنیم، انستزی موضعی میتیم و پاکوری ساکت دندان توسط سلین و بخاطر وقایع از تیتانوس انتی بیوتیک میتیم و غرس دوباره دندان توسط دست خوب دوست ما و اسپلنت میکنیم و اسپلنت یا موایل توسط کمپوزیت رزین لایت میکنیم، لایت کیور میکنیم که دوباره دندان شور نخوره. ما یک سوال دارم، چرا ما با مریض رادیوگرافی میتیم؟ اگر رادیوگرافی نتیم چرا؟ خب دندان دست ما هست که دندان پیش ما هست، دندان ما خودمون میبینیم، چرا رادیوگرافی ما مریض میدیم؟ هر کسی سوال جواب داد نمره باره خوی سلا تقریبا یکی است. موفق باشین مسجون عزیز.